با این استیتمنتی که تقریبا هم دیشب بود، اما شب بود دیگه، همه خواب بودن، و joint statement on further restrictive economic measures، و این از خود European Commission مد، این خبر نیست، این از خود government website ECB هست، و راجب میست که امروز شنیدین بیشتراتون، خیلی کشورها یه جاهای روسیه رو بند کردن با سویفت پیمنت. سویفت چیه؟ با سویفت اگه شما کارت داری، حالا نه تو ایران، هر کشوری به جز ایران کارت داری، کارت ویزا داری، ماستر کارت داری، همه تون دارین سویفت دارین استفاده میکنین. همینجوری که نمیدونی سویفته، یه نتورکه که همه تون دارین استفاده میکنین، که حالا این همه هر خریدی میکنی میره تو این سویفت نتورکه و از اون میفرستن به دیتای دیگه، مثل یه دیتای دیگه، اوکی؟ اما خیلی کشورها، حالا انگلیس و یو اس ای، بند کردن این سویفت پیمنت ها رو با چند تا بانکاشون. حالا کشور دیگه هم دارن تایید میکنن و میخوان این کار انجام بدن، چون مردم گفتن دیگه، مردم. مشکل از اینجا میاد که مردم هیچ سوادی ندارن برای هیچی. اما بهتون بذار نشون بدم این دیتا رو که میبینین الان اینجا گذاشتم، این کل کشورهای هستن که اکونومی یه پولی دارن در روسیه. اسمشون رو دارم تک تک بهتون میگم: استرالیا، استریا، بلژیم، برزیل، کانادا، چیلی، چاینیز تاپای، فینلند، فرانس، جرمنی، گریس، آیرلند، ایتالی، ژاپن، کره، مکزیکو، نیدرلندز، پاناما، پرتغال، اسپین، سوئدن، سوئیسرلند، ترکیه، یونایتد کینگدم and United States. اگر شما تو یکی از این کشورها هستین و دارین اینجا دارین زندگی میکنین، قرآن بهتون قول میدم که 6 ماه دیگه زندگی کن دیگه آشکال میشه. 6 ماه دیگه برای چی؟ well، بیشتر این کشورها سهام دارن در روسا، خیلی اینوستمنت دارن برای آب و غذا، گوشت، نفت، بنزین، everything داره از روسیه میاد. بزرگترین ضرری که میخوای بیفته از آلمانه. الان آلمان بند کرده این سویفت و فکر میکنه داره به روسیه حمله میکنه که بند کرده. مردم آلمان اولین کشور میشن که بدبخت میشن با همین بنزیناشون، غذا خوردنشون، همه چیز والا میتونه بره بالای 100% بالاتر. که حالا کشورهای دیگه هم هستن، حالا انگلیس یه ذره از همشون کمتره، استرالیا هستن از همه چیز کمتر، اما یونایتد استیتس بعدیه، کوریا هست، ژاپن هست، فرانسه هست. ببین همه این کشورها نابود میشن با این کارهایی که کردن. همین دیشب که رای دادن مثلا که چی بشه، داری حالا تورم داری به مملکت روسیه میفته، درسته، اما تورم هم ببین هر چی داره اونور میکنی به خودت هم داره میخوره، فرق نمیکنه. مثلا داری تورم به اون میدی، به خودت هم میخوره، چون تو الان تولید چند تا چیزاشو نمیتونی الان بگیری برای این کارهایی که کردی. و آلمان، فرانسه، انگلیس، یو اس ای و هر کشوری که 20 تا کشور هستن تو این لیست داغون میشن، داغون. اوکی، حالا چند چیزای دیگه هم هست که میتونیم بگیم. میتونیم بگیم به خودمون که همه ترانسپورت کاستا و بنزین میره بالا، مشکلی نیست، چون حالا حتی مردم نمیتونن افورد کنن، میتونه خود ECB کمیشن برای کل یوروپ و انگلیس و یو اس ای برای خودش پول چاپ کنه. آره درسته، میتونه پول چاپ کنه که این حالا خودشو مثلا برای این گودز اند سرویسز ها رو پولشو بده حالا از یک کشور دیگه، چون دیگه روسیه رو قطع کردن دیگه. میخوای کجا بری؟ میخوای بری سعودی عربیا؟ سعودی عربیا که میدونه بعد چی کار کنه، میتونه دو برابر اویلاشو بفروشه، روسیه قطع شده. حالا ایران که هیچ، اما سعودی همیشه هست. اوکی، پس بعد دو برابر بعد پول بگیره، و این پول از کجا بعد بگیره؟ و از چند چیزا میتونه تکساتونو بیاره بالا، کشورهایی که زندگی میکنه اسپیشلی فرانسه و آلمان، مالیاتتون رو میاره بالا، تکس، همون تکس دیگه، کار زندگیتون رو میاره بالاتر برای همینجور زندگی کردن، آب و غذا و برق و هر چی دیگه فرق نمیکنه. و اما سومین چیزش هم اینه که بعد پولم چاپ بکنه، تو تورم بیشتر میفته. حالا این از دیشب، نصف شب، یک شنبه هنوز هست،
بذار من بهتون قول من 6 ماه دیگه اگه اینا رو بس نکنن زندگیاتون خراب میشه. حالا مثل که روسیه اصلا نمیخواد دیگه بیزنس بکنه برای کسی دیگه، چون داره میگه حالا بیت کوین دارن، دارن پول خودشون درست میکنن و نیو اکونومیک مانی دارن برای خودشون. اما بعد حالا تو این اگر اینجوری ادامه بده این قیمتاتون و این قیمتایی که داری الان میبینید برای زندگی کردنتون 150% تا 200% میتونه بره بالاتر. حالا برای آلمان شاید بالای 200% باشه برای زندگی کردنشون، خیلی هم سخت میشه براشون. حالا سوادش الان ندارن مردم، اما زودی براشون میاد و از اون میگن به خودشون چرا درآمدشون کمتر شده، چون نمیفهمند که با این صحبت هاشون که دارن میرن سوشال میدیا یوکرین 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 ضربه رو خودشون میخورن. اوکی اینم دیتاش هست که میتونی همتون بریم ببینید، حالا ریکوردن هم شده میتونید بعدا به وقت خودتون ببینید و میدونین که خیلی مشکل تو این 6 ماهه، چون اینجور اینفلیشنی که میاد یه شبه نیست، 6 ماه طول میکشه، چون اگه یه شبه باشه جنگ شروع میشه، رایت میشه به خود کشوراتون، نه همه یه جوری میکنن مثلا یک با یک میارن بالا، مثلا اولین چیزی که میکنن مثلا دستمال کاغذیتون رو میارن بالا با 20 پنس، بعد اون کم کم میرسونن به غذاهاتون، بعض اون میره بر تکنولوژیاتون، بعض اون میره بر بنزین، خونه هاتون، اکسترا، همینجوری کم بعض اون فهم میکنی عادیه. اینجوری بعد نگاش کنی. سو 6 ماه طول میکشه تا این اتفاق بدی بیافته. حالا میشه آخر سالی، آخر سال نابود میشن مردم. حالا هم نابود میشه اما هم ارزهای دیجیتال هم میره بالا، اسپش اونا که بیت کوین دارن. حالا اون میره بالا با به هر چی دیگه که دنبال بیت کوین باشه، اونم میره باهاش بالا. حالا میریم برای خبر حالا دیگه میشه سوم و این 15 دقیقه پیش بود. پونزی اسکم، بیت کوینکس ایندین فاوندر چارجد این 2.4 بیلیون بوگس اسکیم. اوبویسلی این مرد 36 ساله در ایندیا در 2016 بیت کانکت یادته؟ الان برین گوگل بنویس بیت کانکت چاینیز من سکریمینگ، میگه بیت کانکت، اینجوری میکنه. پیداش کردن، هندی بود آره هندی بود، 2.5 الان به قیمتش 2.5 بیلیون دلار شد، اما به اون موقع 3.5 بود، از که 1 بیلیونش خرج کرده برای خودش نوش جانش. زندگیش تا 2016 تا 2022 6 سالی هست دیگه، از خوب زندگی کرد، اما میبینی که پیداش کردن الان مثل که بعد بره اکسترادایت بشه به نه تو خود لس آنجلس هست یا کمپانی نمیدونم کجا، یا هند یا لس آنجلس هست. 70 سال زندانه، خودش 36 سالشه، 70 سال دیگه میشه لایف دیگه، 106 سال اگه زنده بمونی دیگه خوش به حالت، اما بعد بمیری دیگه، تو همون زندان میمیری دیگه. تقریبا 36 سالشه، 70 سال زندانی، 106 سال 107 سال میاد بیرون. There you go guys، اینم شد با این. خبر بعدی 19 ساعت پیش، Goldman Sachs executives packs up to join Coinbase Global. کارمندای Goldman Sachs دارن ول میکنن، میگن خدا حافظی. Goldman Sachs که میدونی یه بانک خیلی بزرگه که خود اسرائیل خریدنش و الان این یکی از این کارمندهای بزرگشون که کوچیف آف اپریشن هستش داره میره برای کوین بیس، اما نه کوین بیس مثلا ببین ما کوین بیس 3 تا شرکت کوین بیس داریم، خود کوین بیس که صرافیش هست، یه کوین بیس گلوبال داریم و یه کوین بیس ونچرز داریم. اوکی حالا یه کوین بیس چریتی هم داره که هیچی نیستون، اما این داره میره برای طرف کوین بیس گلوبالشون که برای کل کشورها میخواد حالا قانون چیدن چجوری باید برن جلو از این چیزا. حالا این خیلی خوبه چون یه کسی که اکسپیرینسد هست و میدونه چجوری بسازه یه چیزی رو داره عمل میکنه دیگه. خیلی خیلی عالیه شد که این خبر مده بیرون. خبر این میتونیم بگیم حالا 13 ساعت پیش هم نصف شب بود و KuCoin Exchange named the best cryptocurrency app of 2022 everything you need to know. So KuCoin برنده 2022 شده
حالا 2022 برای 2021 که بهترین اپ کریپتو هست، چون همه چیز داره، خیلی ساده است. اما من فکر نکنم خیلی ساده باشه، چون خودم استفادهش کردم. اما بهتون یه چیزی بگم، الان چون الان خیلی صدا میاد برای کوکوین، چون این کارا رو میکنن که صدا بیاد دیگه، قول میدم که فکر کنم از همین 6 ماه دیگه KYC بعد مجبوری میکنم برای کوکوینو. سو این کارا رو میکنن که اینجور صرافی که تاپ 5 هست، پنجمین صرافی هست، یه ذره بر خودش به مردماشون KYC کنه. چون حتی اینجا نوشته تو سال 2021 $1 تریلیون اسپات و فیوچرز تریدینگ از مردم افتاد. $1 تریلیون جابجا کرده و قانونا دارم میبینم یه شما KYC نمی کنی؟ KYC؟ KYC؟ چجوری؟ چجوری؟ و از اون دیگه میبینی که زودی regulation براش میاد. حالا هنوز خیلی این آدمایی که الان دارن قانون میذارن پیرمردن دیگه، هنوز کوکونه نشنیدن، اما بعد از امروز شنیدن، الان دارن میان ریسرچشون رو میکنن. سو این حالا درسته که بهترین شد برای اپ، اما حالا از اون طرف خبر بدیه، چون زیاد صدا ازش داره میاد بیرون. حالا میرسیم برای 24/7 today که بعد ببینیم کیا تو سورن و کیا تو ضررن، که میبینیم که برای امروز الان رادیکس 8.5% بالا، فلو 7.5، فرکسچر 6% آر ویفز 4، ویفز 4، جونو 3.5، فایل کوین 3، دیگه هر ارز دیگه 2, 3, 4, 5 دیگه ICP هم 2. حالا ضررهای مارکت: کووکس فایننس 7.5، نیر 5، CRV 4.5، کادنا 4، میکر 4، کوساما 4، الران 4، بیشتر ارزا 4، اما حالا زیر 5 هم دیگه بجز کووکس فایننس. حالا به ارزایی که خرید شدن به امروز جابجا شدن چی به چیه. حالا امروز یک شنبه است، حالا ما زیاد چیزی نمیخوایم از مارکت ببینیم که از یک شنبه، چون مردم دوست دارن بخوابن، بانک ها هم بستن. از الان مارکت داره میبینیم که ساعت داره میرسه به 2.5 انگلیس، 10 دقیقه دیگه به 2.5 میبینیم که نزدیک 5000 تا ایتریوم فروخته شد، میشه $13 میلیون. اما از اون طرف زیلیکا $400,000 به وقت الان خریدن، پول جدید وارد شده به کریپتو از طرف کوین بیس. حالا داریم میبینیم که یه ذره رپ بیت کوین دارن میخرن، سو یه بیت کوین اصلی رو رپ میکنن با شبکه ایتریوم یک با یک گفله، که میبینیم که 6 تا خریدن، اما مثل که از خود شبکه بیت کوین که هنوز خرابه، نمیتونیم ببینیم خرید و فروش چی شده، چون این همه جا هستش، API شون رو عوض کردن. حالا از این طرفش هم میبینیم که لینک $1.5 میلیون فروختن، FTT $500,000 فروختن، یونی سواب و مانا، حالا یونی سواب $300,000 خریدن و $1 میلیون مانا امروز خریدن به وقت الان. حالا به ارزای دیگه هم که میبینیم که حالا خرید و فروش هست کوچیکه، چیزی جالبی نیست که بگیم، که حالا میبینیم که یک شنبه هم هست که زیاد امیدی نداریم برای چیزی که خرید و فروش بشه، چون میخوایم مردم بخوابن، کار زندگیشون باید با فامیلی هاشون باشن etc. But anyways بیاریم الان برای چارت دیدن. So میدونین که 39,000 تا CME هست و خدای شکر که تو این دو شبه هیچ جا نرفته، بالا پایین کرده و خودشو کنسولیدیت کرده. همجوری گفتم که بهترین کار که الان باید بکنه کنسولیدیشن، و دیشب اینو گفتم بهترین چیز الان برای بیت کوین که همجوری اینجوری بازی کنه، هیچ کاری هم نکنه تو این دو سه شبه. چون چه کار میکنه؟ این همه اینا رو ریست میکنه، میبینید دارن ریست میشن، ببین همشون دارن ریست میشن و این خیلی چیز خیلی خوبیه که داره ازش پیش میاد. اگین دیگه همین تو این 39,000 تا رنج زده و هیچ پترنی نمیتونیم بگیم، همش میتونیم بگیم به اگه به روزانه نگاه کنیم، میتونیم اینجا از اینجا نگاه کنیم که یه W زده، هنوز نزده به راستش، هنوز نزده بالا، در ذره موزمن باشیم. حالا به الانش میرسیم که میدونیم که هم فردا آخرین روز ماه هست و بعد ماهانه رو هم باید نگاه کنیم، چون باید بدونیم که مارکت کجا باید برسه.
الان یه چیزی که بعد پیش بیفته برای ماهانه خیلی هم خوبه، مثلا هیچ بدی نمیبینم. اگر همین جاها به من حالا یه ذره دیگه خوش بکشه بالا 39040، حالا میدونی که رقم ما 0.05% بالا به پایین انجام میدیم، و همینجا ببنده به ماهانه، امکان داره که ماه دیگه به 41000 تومن ببینه، میتونه اینجوری هم برسه بهش، حالا شاید هم بالاتر بره شاید هم نره، اما داره میبینیم که به ماهانه یه همرکندل قشنگی داره اجرا میشه ازش و خیلی خوشگله و it's beautiful اینجوری که دارم میبینم، و حالا میبینم که تو این 3-4 شبه خریدار از پیش اومده و مردم دارن خرید میکنن، یه پول جدید داره تو این 3 شبه داره میاد و خودمونم داریم کم کم داریم سپات داریم بیشتر میخریم. حالا با مانی منیجمنت عجله نمی کنیم، همیشه با مانی منیجمنت داریم میریم جلو، اما به ماهانه داریم نگاه میکنیم، عالی همین چیز و همجوری باید ادامه بده. حالا اگین فرقی نمی کنه که امروز چجوری میبنده، چون 39000 تا هست، سو حتی بره اینجا برسه فرداش میره برای 39000 تا، سو هیچ فرق نداره. حالا میریم برای ارز ایتریوم که میبینیم که تو این 3 شبه یه ذره فروش بوده، اما بعد بفهمیم که داره چی کار میکنه. اگه ایتریوم نگاه میکنیم مثل بیت کوین یه دابلیو داره میزنه که سو هنوز نزده کل پترنشو، اما میتونه زودی این کار رو انجام بده. حالا وایسادیم که حداقل یه ذره ولیم براش بیاد، فروشایی که در مارکت میزنن یه کم بشه. حالا اگه حتی هم ایتریوم یه CME داره که CMEش هم همینجاست که عالیه، اما چیزی که بر موضع باشیم برای ایتریوم مانی فلو، هنوز مانی فلو هنوز نرفته به تعریف به نزدیکای ایتریوم، و حالا حتی هم اینجا هم یه ریزیستنس لاین به روزانه هم نشون داره میده که یه ریزیستنسی هست بهش که باید نگاه کنه، حتی هم که اینجا داره میگه میخواد بره بالا، اینم مهمه که بعد پولم وارد بشه به ایتریوم. اوکی حالا میریم به ارز FTT ببینیم FTT چه خبره. اگین دیدیم که FTT همین چند روز پیش به آدم های یوکرین 25 دلار داد، نمیدونم برای چی، همون داد دیگه، که اگین میبینیم حتی هم FTT وایستاده برای بیتکوین. جالبه چون حالا 900 به روز مونده یه دوجی الان زدش، حالا باید ببینیم به کدوم طرفت بره، چون نمیشه الان گفت. حالا آخر هفته هم هست، هفتگی هم میبنده، فردا هم ماهانه میبنده، اما اگین حتی برای من برم برای ماهانه فرقی نمی کن کجا میبنده برای ماهانه، چون حتی اگر اینجا ببنده، مثال میزنم که همین 43 دلار ببنده ماهانه رو، میریزه به 42.90 که 1 دلار ها، اما اینجا یه حمایت هست و امکان داره که شاید هم تا 48 هم یه بار دیگه بزنه، چون اینجا یه ذره ریزیستنس هست و من اینو میکشم که برای ماه جدید اینو یادم بمونه که اینجا یه ریزیستنس هست برای ماهانه. سو جاش اوکی، من هیچ مشکلی نمیبینم ازش، امکان داره شاید این ری تست کانفرمیشن بوده که بره بالاتر. اوکی سو میبینین بر چی این حرفو میگم. well اگر همیشه یه بریک اوتی داریم، من بهتون چی میگم، بهتون میگم که مثلا یه کندل که داره بریک اوت میشه به تایم فریم های مختلف، وای میسیم که یه ری تست کانفرمیشن میده و همیشه ولیومش هم چک کن. ببین جالبه FTT چون پامپشو کرده، خب این به ماهانه است، ریتست کانفرمیشن هاشو کرده، چجوری میدونم ریتست کانفرمیشن هم این ولیوم دامپش تایید نمی کنه، تو میبینی پس این پس ادامه داره به 48، حالا شاید هم بالاتر هم بره، این من دارم 48 هم چون خیلی کنسرویتیو هم با رقم هم. حالا ماه فکرم 31 روز داره برای ماه مارچ، سو میبینیم چی میشه. حالا میرسیم به عرض آخر که ایدا هست و خیلی خبر داره میاد از طرف ایدا. دارم توییترش رو چک میکنم، دارم به حالا به دوستایی که با هم دام کردیم 3 دلار دارم باشون صحبت میکنم، حالا اونا هم دارن به من میگن ما تو 40 سنت داریم نگاه میکنیم، حالا اگه 40 سنت هم نرسید همین 60 سنت اینو دارم میخرن. اگین هیچ مشکلی برای ایدا نیست، اما شیزار لگ داره میکنه از طرف تیمش، حالا تیمش عالیه دارن درست اجرا میکنن، چون میخوان درست باشه نه زودتر باشیم، بیزار بعد پیشنت باشیم با ایدا، اما بدونین که ماهانه رو این به ماهانه است درست از دست بده دیگه، میدونین که دیگه یه حمایتی در 73 هست و از اون دیگه به 42
دیگه 42 رو باید 100% پیدا کنه دیگه، اما باید زر موضوع باشیم. اما این دامپی که داره براش میفته بر ماهانه، حالا یه دامپی نیست که میگه که این باتمش شده، باید زر موضوع باشیم به ایدا. حالا 2 سنت دیگه باید بره بالاتر که جاش اوکی باشه، اگه 2 سنت دیگه بره بالا دیگه پایین ترش رو نمیبینیم، اما هیچ مشکلی نیست، فرصت خرید برای هممون میاد. فکر نکنم تو این رقم های 40 سنت اگر بره فکر نکنم اصلا 1 ساعت هم اونجا باشه، فکر کنم 30 ثانیه هم نمیتونه باشه اونجا، چون انقدر اونجا لیکویتی هست بدون اینکه یه شبه 30 سنت پامپ میشه، انقدر با وحشتناکی میره بالا. Anyways guys، اینم شد از من برای آپدیت یک شنبه‌مون. مرسی از همه.